سلام دوستان عزیز به کانال نظیر آیتی خوش آمدید. اگر شما به MCSE علاقمندی دارید پس ویدیوهای جدید من را دنبال کنید. اما قبل از تماشای ویدیو کانال من را سابسکرایب کنید و آیکن زنگوله را فشار دهید تا ویدیو جدیدی که آپلود میکنم در نخ شما با خبر شوید و تشریف بیارید ببینید. قبل از شروع MCSE ضرور است که اساسات نتورکینگ را بدانید. پس بیایید با هم شروع میکنیم. در اینجا ما چند کلمه درباره نتورکینگ میگم چون قبل از شروع MCSE ضرورت که شما بفهمید. نتورک یا که هم با کلمه دیگه نتورکینگ استعمال میشه، نتورکینگ هر دوی از اینا کلمه های مترادف است که به معنای شبکه است. پس بیایم در یک شکل واضح‌تر بر شما اینجا کار میکنیم. فرض کنیم اینجا 4 تا پی سی داشته باشیم، هر کدام اینا یک پی سی است که در بین به یک آله مرکزی به نام سویچ وصل می شود. فعلا این یک تا 4 پی سی است و اینجا هم یک آله مرکزی به نام سویچ است که بعدا با سویچ شما صحیح می کنید که معنا و مفهوم از چی است. چندین کامپیوتر باشه و یک سویچ باشه، این ما میتونیم که بگیم نتورک، یعنی یک شبکه. اما زمانی که اینا با هم دیگه وصل میشن، هر پی سی به سویچ وصل میشه و بتونن که دیتای خود بین هم دیگر شریک بسازن، حال این ما میگیم نتورکینگ. پس فرق نتورک و نتورکینگ اما قدر است. نتورک اما چند تا کامپیوتر یک شبکه موجود است، اما وقتی کمیونیکیشن میکنن دیتا را سند و ریسیف میکنن، این را ما میتونیم بگیم که نتورکینگ است. و اینالی از جا ما نتورکینگ تعریف کرده میتونیم که وصل کردن چندین دیوایس به خاطر شیر نمودن دیتا را نتورکینگ گویند. خب چرا این را استفاده میکنیم؟ به خاطر یک شبکه نتورک زیاد فایده داره. مثلا یک فایده شما بر بگیم اگر یک بانک باشه یا یک شبکه باشه، اینجا 100 دانه پی سی داره، باید هر کدام از اون یک تا پرینتر برشان ضرور است. اما وقتی که اینا دستیوی در یک آله مرکزی وصل باشن، ضرور نیست که 100 تا پرینتر برش بگیریم، فقط یک تا پرینتر در اینجا بگیریم و ممروی سویچ وصل کنیم. این ها پی سی اول 2 3 4 همه اینا اگر 100 تا هم باشه، از یک دانه پرینتر میتونه استفاده بکنه. و بعد از این که بسیار ضرور است انواع از نتورک یا نتورکینگ. نتورکینگ از عموماً به دو بخش تقسیم میشه، یکی از نگاهی آریا یا ساحه و دیگه هم از نگاهی کمپوننت یا امو اجزا. خب میایم ای نگاه ساحه را آریا یا ای نگاه جغرافیا میگن، این را در نخست میخوانیم. ای نگاه جغرافیا که است، یک نتورکینگ به 3 بخش تقسیم میشه. اولش که است لن است، یعنی لوکال آریا نتورک، لوکال آریا نتورک. ما که در MCSE میخوانیم عموما یعنی ساختن یک لن است با ون و من. خوب با در CCN بعدا میخوانیم. در نکست که درسای ما است در لوکال آریا نتورک است که یک نتورک کوچک ما میسازیم. عموما در یک بانگ مثلا استفاده میشه و یا هم در یک بولدینگ ساختمان. در اینجا ما میتونیم که از این استفاده بکنیم. مثلا اینجا ما برتن یک مثال بتم، اینجا یک پی سی، دو پی سی، سه پی سی، اینا را به یک سویچ وصل میکنیم و اینجا هم یک تا سرور برش میسازیم که بتانه خدمات به این کمپیوترهای دیگه ارائه بکنه. این را ما سرور میگم. او کمپیوتری که به دیگه کمپیوترها یا به کمپیوترهای کلاین خدمات میده، این را ما میگیم سرور. او کمپیوترهایی که یا پی سی که از خدمات استفاده میکنه، او را ما میگیم کلاین. یعنی
سرور در یک تمام اینا را رهبری مدیریت میکنه، منیجمنت چون دستی سرور است که توسط از این ما منیجمنتش میکنیم. این در حقیقت یک لوکال آریا نتورک است، همین قسم دبانگ باشه، در جایی که چندین کمپیوتر به یک دیگر وصل باشه و یک سرور بتونه اونا را مدیریت و رهبری بکنه، این را ما میگیم لوکال آریا نتورک. و دو مشکل است اینجا One man. Metropolitan area network. متروپولیتن آریا نتورک مثلا به سطح یک سیتی یا شهر استفاده میشه. مثلا شما فکر کنید از زیبانگ در کابل چندین تا یک سری کوتل است در یک شهر نو. اگر ما بخوایم این دو دانه برانچ به یک دیگر وصل بکنیم، این که در حقیقت ای من استفاده شده، یعنی متروپولیتن آریا نتورک. باز در این که در زمان بازورت شما در MCSE میخوانیم، مثلا امیر من کافی بگیرم. اینجا یک برانچ دیگه باشه، هر دوی اینا توسط انترنت اینجا یک تا راوتر باشه، اینجا یک تا راوتر، توسط راوتر این دو برانچ به یک دیگر وصل میشه. مثلا این در شهر نو باشه و این هم در سری کوتاه، یاد داره که ما وصل میکنم در خط این من هستم. اما سیوم گیش که هسته وان دبلیو در اکت وایت آریا نت ورک. در اکت یک مثال خوبی از وان که از انترنت است. انترنت کسایی که استفاده میکنن، یعنی این در حقیقت وان است که بعدن شما اینا رو دانه دانه میکنید. اما فعلا در MCSE که ما بعدن میکنیم، ما میخوایم که یک لوکال آریا نتورک جور کنیم، یک اتاق باشه یا پیر پیر کامیونیکیشن باشه، چند نفر با هم دیگر وصل میشوند. هدف ما که فعلا است سر لان است که بعدن انشاءالله ما بعدن میکنیم. اگر با ویدیوهای ما علاقه من دارید، پس سابسکرایب را فراموش نکنید و منتظر ویدیوی بعدی من باشید. خدا نگهدار.